سلام، عیدتون مبارک. من حمزه سلمانی اینجام تا مهمترین خبرهای تیر اولین ماه تابستان 99 رو براتون مرور کنم. همراه من باشید. یکم تیر ماه 99 بود که معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان در خصوص ماجرای ازدواج دختر 12 سالی فرهجی توضیحات رو ارائه کرد و گفت که این کار بر اساس سنت‌های غلط انجام میشه که با ورود دادگستری فرهج موضوع حل شد. بعد از ماجراهایی که اثر تخلیه منازل سازمانی آب منطقه کرمان به وجود آمد، دوم تیر رئیس دادگستری شهر کرمان نقض قانون در رسیدگی به پرونده فروش این منازل رو رد کرد، اما این کشمکش همچنان ادامه داشت. 17 تیر 99 اولین حقوق 11 میلیونی نمایندگان مجلس واریز شد. به علاوه 200 میلیون تومان برای مسکن و 20 میلیون هم برای سایر هزینه ها که سر و صدای زیادی کرد. تیم فوتبال بانوان شهرداری بم با سرمربیگری مرضیه جعفری 17 تیر برای هفتمین بار قهرمان لیگ فوتبال بانوان کشور شد که یک اتفاق ورزشی خوب. کم آبی یکی از مهمترین خبرهای تابستون 99 بود که از شمال تا جنوب و شرق و غرب استان را درگیر کرد. 18 تیر اعلام شد کرمان تنها مرکز استان در کشوره که 1000 لیتر بر ثانیه کمبود آب داره. پول واریزی دردسرساز به حساب مددجویان قلعه گنجی هم تیر ماه 99 سر و صدای زیادی کرد. 50 میلیونی که چند ساعت بعد از واریز مسدود شد و آخرش هم منبع واریز اون مشخص نشد. 25 تیر در بازدید معاون عمرانی و استاندار از پروژه بام کرمان و تلکابین مقرر شد مجموعه تلکابین تا پایان پاییز 99 به بهره برداری برسه. سال 99 تموم شد و خبری از این افتتاح نشد. و اما سیوم تیر ماه تقسیم استان کرمان که بارها از سوی مسئولان استانی مطرح شده، این بار توسط نماینده مردم جیرفت و انبرآباد در جلسه شورای اداری استان کرمان مطرح شد، اما این موضوع هم سرانجامی نداشت. تا فردا و مرور خبرهای مهم مرداد 99، خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.